نفهمیدم چی دلشو زد، نشد که من راهشو سر کنم، نره نخواست ببینه تره این چشم آخره، شدم آدم بد. دوستش کردم زد زیر دلش، از اولم میونه بهش، نمونه پام از دلم مثل دیوار، چون تو فقط یه یادگاری نوشت. من خود دردم اختارت بگردم، کجا رو بگردم واسه دیدنه، با فکر تو گرمم تو شبای سردم، میره به قلبم بلاغت عکسات با هم سلام. یکم موزیک گوش بده حالت بهتر میشه. خوبم. یه ذرم این گوله رو نگاه کن. قشنگ. اتفاقا ایمانم گلای خوش نشون بده. بیام بیام اونجا بشینم ببینیم که در دل چی هست. خب یکم موزیک گذاشتم که خب بگو ببینیم الان خونه امی رفتی دوش گرفتی؟ آره. آها معلوم. ببین چقدر کثیف بود. الان ویس های سیمین رو گوش میدادم، خیلی ویسش خوب بود، بعد میگفتش که من فقط از این مقصود، یعنی دفعات بود که میخوای بری برای زندگی درمانی اینا باید محصولات رو بذاری کنار، این که نمیدونم چی داره سایی. آها سایی این گله فکر کنم سایی انداخته روی چشمه. آره برگش سایی انداخته. نه اینو بذارم این کنار ولش کنشم. خب بگو ببینیم چه در دلت هست. الان زنگ زد بود فاطمه، خیلی سحر گوش کرد، گذاشتم رو آیفون گفتم بیا گوش کن اتفاقا تو هم. یه جوری داشت چیز میکرد، گریه میکرد و جیغ میزد اگه بلایی سر بچه هم بیاد نمیدونم فلانت میکنم، میرم به مامانت میگم، به خانوادت میگم، تو با اون گروهت و فلان، اصلا نمیدونم یه دفعه چی شد. شما که وایساشو گذاشتی که داشت خیلی محترمانه و خوب آره هر هر کر کر عکس بچه هم بود که آره. من میگم خب چی شده بگو چی شده. میگه که نمیدونم بچه مریضه، پول ندادی به من، این حرفای اینجوری. من سوام 50 تومن زدم براش، گفت میخوام برم چیز بدم، بیا 50 تومن رو بگیر. بعد اون شما کارتن که بهت گفتم اونجوری دریانش. خب این الان خودت احساست چیه؟ احساس الانم اینه که رفتن اونا تو خونه، ما یه بار کلا البته نمیدونم این حرفا نمیخوام بزنم. بلش کن. نمیخوای بزن. بزنم. نه اگه دوست داری بزنی. مربوط نیست. بلش. نه الان نمیخوام. خب خوبه. آره. ببین در رابطه با فاطمه، خب این یه حربه ایه که خب زنها استفاده میکنم و این مسئله ایه که من در رابطه باش یه کلیپ هم دارم، فرهنگ زجطلبی، برای اینکه اصلا البته در زنان ما شدیدتره ولی مردای ما این مسئله رو دارن. خب بعد این که مثلا سعی میکنن که آره بچه مریضه، بچه رو همیشه پوشش میکنن. خب و این که آره این بلبلای سرش بیاد، فلان بیاد، بهمان بیاد، مگه فاطمه آی ایمان
نظر تو چیه؟ نظر تو چیه؟ نیما تو چقدر خوشگلتر شدی؟ خوشگلتر شدی آره نسبت به اون عکسایی که ما گرفتی. خب بگو ببینیم نظر شما به این مسئله نظر چیه نسبت؟ بچه های مشاوره گروهی بذاریم آشیشون میدیم اوکی میشه. حالا دو سر زوزه آبا هوا هست کنه. آها نه میگم این که فاطمه این کارو کرده نظر چیه؟ والا شاید جوگیر شده دیگه رو حرفای مردم تاثیر گذاشته روش. جوگیر شده خب. بعد جوگیر شده یه دفعه وقتی که با من حرف میزد خیلی خوب موهاشو رنگ کرده، حالش خوب، عکسای خوب. بعد یه دفعه بعدش میگه بچه‌م مریض شد داره میمیره. حالا من با فاطمه صحبت میکنم تا با مهدی پیش همین. آره با همه رو بهش میگم صحبت. آره خب ولی من البته خب شما صحبت من مزاهم نشم. نه باشی باشید بچه هم بیا. خب ترانم اونجاست؟ سحر و ترانم هست؟ نه رفتم رفتم اونا رفتم. شما الان دو نفرید. خب آره ببین مهدی فاطمه اصالتا کجاییه؟ قد شد یا حالا نت ضعیف شده؟ میگم اصالتا کجاییه؟ چی شد؟ الان نت داره صدا تو نمیاد. قد بشه خودم؟ چی؟ نفهمیدم اصالت کی؟ من؟ نه اصالتا کجایی فاطمه؟ افغانستان. کدوم شهر افغانستان؟ پدر مادرشون نمیدونه ولی خودش که مشهد به دنیا اومده. آها خودش مشهد به دنیا اومده ولی خیلی وقت پس اینجا است. این چه زن یعنی دی... خود فاطمه چند سالشه؟ همسن من 6 ماه اینا بزرگتره. آه 6 ماهه آره بهش میاد افغانی باشه. آره بچه منم اول متوجه چیز نشده بودم تو خیلی کسا توی مشهد که من بودم میدونه میدیدم که اینا شبیه مثلا درگزی هم خیلی این شکلی هم. واسه همین من فکر میکردم شاید درگزی و مثلا چیز شمال چیز باشه. خب حالا الان نفرتت به چه حاله؟ در چه حاله؟ نفرت؟ احساس نفرتت؟ احساس نفرتم به بیشتر خودم اول. آها خب مهمون هایی که رفتن اونجا یه سری از بچه های گروه. خب اول از نفرت به خودت حرف بزنیم که خیلی مهمه. چی شو بگم؟ چرا نفرت داری از خودت؟ دیگه نمیدونم دیگه همون استارتی که زدم اون فکر اصلا موقعش نبوده ضعیف بودن اصلا چرا کردن اینجوری. ولی خب الان که آها یعنی در رابطه با رازنداری و در رابطه با این که مسیر رازنداری رو طی کردی مسائل استارت قیامت رو زدی در رابطه با خودت بعد فکر کردی که الان وقتی که میگن که تو در این تاوان داره هزینه داره اینا مثل شوخیه نه الان خوب میدونم شوخی نیست الان خوب دارم درکش تازه که هنوز آره حالا تازه اول راهی تو حالا که چیز خاصی نیستش یعنی امروز میدونی که بذار ببینیم. آها من با پیج وحید اومدم میخواستم وحیدم بیاد ولی دیدم خب با پیج وحید اومدم خودم میخواستم بهش بگم که بیا آخه اونم امروز خیلی گفت امروز حالت خیلی خاصی دارم لایف چت میذاریم الان میریم الان توی لایف چت تو لایف چت در رابطه با
حالتهایی که مهدی داره، که وحید داره، امروز خیلی حالات بدی داشته به خاطر اینکه الینا و الیسا برگشتن گفتن ما نمیایم پیش تو، دختراش و تو با این گروه هستی. خب از اون ور هم سحر افشاریان یه همچین مسئله براش پیش اومده. کیه؟ کی میگه؟ سلفی گرفتی. آفر، خوشت اومده از مهدی؟ آره بابا رفیقیم، بچه پسر خوبیه. رفیق آقای من لطف داره. خوشم اومد. خوشش حالا ببین این مسائل که ما توی لایف شد بگو. نه میگم تو لایف چت حالا حرف بزنیم در مورد وحید و باش. مهدی از اون خانم اولم بچه داری؟ بگو بله. یه دونه محلیا هست. بله یه دختر. یه دختر. محلا. یه دختر مثلا. محلا. محلا. خیلی خوب. محلا کلاس پنجم. خب میخوای به سوالای بچه ها جواب بدی یا به سوالای من میخوای جواب بدی؟ دوتاش بگی شما بگو، فرق نداره، هر کدوم میدونی خوبه بگو. میگم آفرین آفرین. حالا سوال من اینه، وقتی که بهت گفته که دیگه بر نگر چه احساسی داشتی؟ اون که باید تهدید علکیه، اونجا خونه منه، من برای چی بر نگر؟ در اصل که بخوای حساب کنی خونه من دیگه، خونه اون که نیستش. آره خب اون که گفت برنگر، من فکر میکنین جملاتی که چیز گفت از میتونی بخونی اون جملاتو یه بار یا اینکه من بخونم؟ که فاطمه گفت. آره میتونی بخونی الان از پیجی چی؟ از موبایل من همه چیز تو فهمیدم، نمیدونم گنکاریاتو فهمیدم، کثافتکاریاتو خاک تو سرت بر نگرده، فهمیدم چی گوهای میخوری. بعد بچه هامو نمیدونم، اگه بچه هامو بلای سرش بیاد پدرتو در میارم، میرم به مامانت میگم، میرم به خانوادت میگم. من اصلا ترجم میگم بچه ها کار شده بودم، بچه ها بگه چی شده، چه کار شده. نه خیلی داشت آنجا گریه کرد. مامان بابات بگه چی میخواد بگه، چی میخواد بگه. ما همین نمیدونم چی میخواد بگه، نمیدونم چه چیزی شده تو. مثلا از صبح که مامان بابات میدونن که تو الان اومدی تهران؟ نه. خب بهشون بگو. دلیل نداشتم میگم، با من 37 سالمه، بچه که نیستم که. ببین آره میخوای الان واقعا برگرد به درونت، علتی که نگفتی به مامان بابا چی بود؟ بابام که نیست اولا خب، ولی مامانم. چرا؟ ارتباط خوب باش ندارم زیاد، بابام خیلی وقته، من 30 سالی که بابام جدا شده، من خبری ازش ندارم. آها از بابات که خبری نداریم، ولی مامانت، با مامانت ارتباط داری؟ آره. مامانت مشهده؟ آره نزدیک خب. نزدیک خونه خودتونه. علت این که به مامانت نگفتی نبود که ممکنه مانع تو بشه؟ نه بابا، من با مامانم رابطه زیاد خوب نیست، در حد دوری و دوستی هم باش. مثلا اگه میخواست بگه نرو که من گفتم باشه چشم نمیرم، نه اونجوری نیستم. خیلی خوب، پس بگو خب فاطمه هم بره بگه دیگه، هرچی دوست داره به مامانت بگه، به بابات بگه. که رفته هم آره. من روز اولی که مامانت رو رفته بود خونه مامانت، احساس میرم آره مامانت تو از کجا فهمیدی؟ آره. فکر کنم گفت رفته اونجا، خودش گفت، گفت خونه مادر رفتیم. خب بعد چی شده، چی گفته؟ میره خب این همیشه میره اونجا، مثلا تو خونه تنهاست میره اونجا، چون خونه خواهرش هم نزدیک خونه مادر منه، وقتی میره خونه خواهرش مثلا نهار اونجا با میسه، شام میره خونه مادر، اونم تنهاست دیگه. بابا چی؟ آره
آها خب حالا بذار الان بین هر چی بگه چی میشه؟ هیچ چی مورد؟ خب حالا اگه برگردی مثلا الان پای گفتی من از خودم متنفرم به خاطر اینه که رازهاتو مطرح کردی بیان کردی و اینکه این اتفاقات افتاده که با برملا شدن رازهات و زندگی نه رازم آره اونم میشه گفت رازم اومده جلو میگاری آینه جلو هستش که اون پرده کلا رفته که من خودم دارم خودم میبینم الان خودم نمیدیدم ولی الان دارم خودم میبینم بد داره بدت میاد خودت آره آره خب این که خیلی خوبه خب درد داره بدی آمپوله آمپوله خب خب تو یه سوال بکن یا بخوای منم از بچه ها بذار ببینم که بچه های اگه دارن چیزی میگن بچه هایی که نمیشناسم نمیارم بالا بچه ها این لایو لایویه مربوط به گروهه نوشته که نه بابا شوخی کردم بلوار سجاد بالا شهر مهدی تبرسیه مهدی تبرسی میشینه آره ما تبرسی شمالی هم خب. آره. تبرسی مهدی چطور با فاطمه آشنا شده؟ من کارگاه خطی داشتم فاطمه کارگرم کارگاه چی داشتی؟ خطی؟ خیاطی آره خیاطی داشتی اون کارگر بود بعدن با هم دیگه احساس خوب پیدا کردی گفتی با هم زندگی کن خیلی خوب آره من بعد تنها من کارگاه خطی داشتم که همونجا زندگی میکردم خب میگه که یه نفر میگه که بپرس الان زیبا بپرس توی یخچال تو یخچال خونش چی بوده قبل از اومدنش؟ میگه مو مثلا مو گوش داشتی؟ آره دیگه معمولا بوده حالا پر پر نبوده ولی در حد چیز بوده چون دو سه روز قبل دو سه روز هم نبودن دیگه اونا منم نبودم دیگه روزی که قرار شد بیایم تا روزی که حرکت کردم من دو روز طول میشه درسته؟ که بعد محیا رفت دنبالش آوردش فرداش هم من اومدم دیگه آره خب اومده ولی یخچال پر نبوده درست خب حالا یه سوال دیگه یکی پرسیدش مهدی مواد زدی چشات گرد و قلمبه میشه مواد زدی یا نه الان نه همون بوده خب باشه من که اصلا پیش 13 بودم حالا الان کلا تو تهران مواد مصرف نکردی؟ نه کجا نه همین نبگی کافی خب مرسی زیبا چی این میگه خب زیبا مهران کاوه دارن میان اینجا چه خوب مهران و کاوه دارن میان اینجا پیش شایان پیش تو دارن میان چه جالب خوبه خیلی خوبه خواستی یه لایو هم بذارید دیگه مهران و کاوه میشناسی اینا رو شایان با مهدی هم دعوتشون کن دیگه یه بار دعوتشون کن خیلی خوبه خب مهدی راستی فردا میخوای بری خونه سپیده آره میری نمیدونم دیگه برنامه باشم آره برای تو حالا بیا چیزه صبر کنیم الان چیزه زیبا بپرس فاطمه خبر داشته راجع به دادن بچه ها به بهسیستی و کسی دیگه تو گروه حرفی زده من الان بگم آره اینو چون من به تو پیشنهاد دادم تو گروه گفتم که مهدی میتونی بچه ها رو بدی به بهسیستی اینو شنیده شنیده از طرف من فکر کنم بخاطر این ناراحت شده آها تو گفتی من که من... شما با هم صحبت کردیم چیزی که شما با هم صحبت کردن توی واتساپ صحبت کردیم برای همین موضوع گفتم لایف چت گفتم نه خودت اگه دوست داشتی صحبت کنیم اونجا بود خب ولی همون صحبتی تو با هم کردی رو باهاش کردم اگر یک زمانی بشه به خاطر بچه‌ها اینطور باشه به خاطر آینده‌شون خوبه
ولی مثل که امروز اینایی که رفتن همین اونها یه جور دیگه بهش گفته بودن، چون میگفت من اگه بلایی سر بود. آره خب باشه اشکال نداره، بذار بگن. من گفتم هر چیزی که میخوان اینایی که رفتن، خب بذار بگن هر چیزی که رفتن، بذار اصلا بگن که به مهدی میخواد اینا رو بچه ها رو ببره پرورشگاه، مهدی میخواد فلان کنه، مهدی زنبازه رفته پیش فلان، هر چیزی که گفتن بذار بگن. خوبه اونا هم آزادن دیگه، مگه ما نمیگیم آزادی بیان؟ خب بذار بگن. خب آره من فکر کنم تیک مهدی که چشاش گرد میشه، تیک داره، خب شاید نمیدونم، شاید داشته باشه. خب باش میگه آیا تو با چیز که با این خانم ازدواج کردی اصلا، با فاطمه یا نه، یا همینطوری زندگی میکنی؟ ازدواج کاغذی که همینطوری زندگی میکنن، کاغذی هم نه، کاغذی. زیبا چرا تو گفتی که بچه ها رو ببره به بهزیستی؟ من الانم نظرم اینه که کلم کسانی که خانواده، نظر من این نظر رو دادم، شما میتونید برید به فاطمه هم بگید که این نظر زیبا بود. و من مهدی یادته که بهت گفتم که بهزیستی خیلی افراد با تجربه توش هستن، خیلی بهتر از این پدر و مادرهایی که همینطوری فقط بچه رو میارن و فکر میکنن که یه لقمه نون بندازن جلوش کافیه و بعد خودشون هم محبتی به همدیگه ندارن. چون تو و فاطمه همدیگه رو که دوست ندارید، اونجوری که من با شما صحبت کردم، شما فقط با هم زندگی میکنید، درسته؟ یا دوست داری؟ خدا صحبت کرده باشه که جوابشو گرفت. آره اونم گفت من به خاطر بچه ها، مهدی هم میگفتش منم دوست ندارم، منم گفتم برو هر کاری هر جور که تو دوست داری، ما با هم دیگه یه در واقع مثل یه هم اتاقی. و چون مسائلی رو داشتم من گفتم کسانی که تو بهزیستی هستن خیلی و تجربه ای هم که داریم تو این رابطه برای تو گفتم، گفتم یکی از بچه های ما که تو گروه ما بود فرنازم میگه من واقعا با این حرفتون موافقم اگه منظورش حرف منه، به خاطر اینکه کسانی که توی بهزیستی هستن آدمای با تجربه‌ای هستن، دوره دیدن، ولی خب خیلی بهتر برخورد میکنن از اونایی که ظاهرا پدر و مادر بیولوژیکی هستن. این نظر منه. تو آلمان هم خیلی وقتا از طرف، حالا اینجا بهزیستی نمیگن، خب یه چیز دیگه میگن، و من خیلی موارد رو دیدم که بچه هایی که توی زیر نظر مثلا فرض کنید توی این جور چیزا هستن خیلی بهتره شرایطشون، خیلی بهتر از خانواده هایی که پروبلم دارن. خب حالا دیگه زاییدن دیگه، چی کارشون کنم؟ بچه رو به دنیا بردن چی کار کنم؟ با شناختی که از مهدی دادم، این زیبا با شناختی که با شناخت مهدی این پیشنهاد رو داده، آدم شناس زیبایی، من با این گفتم که خیلی بهتره، به خاطر اینکه یکی از بچه ها رو تعریف کردم برای تو، مهدی یادته، گفتم یکی از بچه ها که تو گروه ما بود اسمش تهمینه بود یا کی بود یادم نیست، صفیه یا من، یه اسم همین چنینی داشت، الان باید پیداش کنم، عکسش هم دارم. بعد میگفت من تا 12 سالگی توی بهزیستی بودم، ولی بعدا پدر من منو پیدا میکنه و بعد من میرم پیش پدرم. از موقعی که پدرم اینا منو پیدا میکنن بدترین دوره زندگی من شروع میشه، ولی من اونجا خیلی شرایط بهتری رو داشتم. نوشته بهزیستی وقتی پدر و مادر مشخص باشه ازشون هزینه میگیره. خب اینم چه جالب، چقدر هزینه میگیره؟ نمیدونم، چه جالب، اطلاعاتمون بیشتر میشه. گلاب نبود، یه دو خانم دیگه ای بود. خب زیبا صلح بده بینشون.
بچه مسئله اختلاط دعوا که ندارن که با هم. اینا دو تا مثل این که دو نفر هستن که یه مقدار دو تا بچه به دنیا آوردن ولی با هم دیگه احساس خوبی ندارن که با هم مثلا روابط خوبی رو ندارن. الان تو مگه نگفتی که فاطمه با هر کسی که دوست داره میتونه باشه، آزاده. خب اگر تو یه شرایطی رو داشتی که از نظر اقتصادی شرایطی بود که میتونستی جدا بشی، جدا میشدی از چیز؟ آره. خب اگر از نظر اقتصادی شرایط داشت جدا میشد. خب برای همین من پیشنهاد مسافرت دادم بهت، گفتم که من فقط گریه سحر میخوای بیای بالا، سحر بیا بالا یه دقیقه، بیا اون چیزایی که داشتی رو تقاضا بده ببینیم، ببینیم این سحر رو من باهاش بیاد بالا ببینیم چیا شنیده. بچه ها من صلح‌های علکی نمیدم و میگم مسئله رو بایستی. خب خب رسیدی خونه ترانه مارکوپولو شدی دیگه. آسانسور دو نفرتون چقدر با چقدر ایمان پردیس، اونم پردیس با ایمان دیگه دوست بشن دیگه، خیلی خوبه. آره آره شدن دیگه، دوست شدن ایمان. آره ایمان پسر خیلی خوبیه. خب واقعا ترانه خیلی زحمت کشید. خب چی؟ ترانه مرسی مرسی. آره. نوشته مرسی. زیبا من تو بهسیستی بودم، اصلا شرایطش خوب نیست، اکثر بچه ها مشکل روانی دارن. خب اینم که تحلیل شماست دیگه، شما خودت تو بهسیستی بزرگ شدی. این خانمی که گفت خب حالا سحر بگو الان. زیبا آره منم بودم وقتی که مهدی با چیز داشت صحبت میکرد با خانم با چیز فاطمه. راستش اصلا من خیلی متوجه نمیشدم چی داره میگه. خود مهدی هم خیلی چیز نبود، فقط هی گریه میکرد چیز میکرد که بچه ها بچه طوری شد. بعد با همش هم گفتش که آره دیگه حق نداری برگردی. ولی بدون این که دلیل بیاره مهدی ایجاد بکنه، درسته؟ بدون این که دلیل بیاره. آره. بدون این که دلیل بیاره فقط گریه میکرم گفتش که چون من گفتم خب مهدی اگر بچه چیزیشه بچه همون جز یادن مهدی هست، این هست، اون هست، خب میتونن کمک برسونن. ولی دیدن نه، اصلا بچه رو فقط اون وسط خواسته کنه، خواسته که پیش بیاد، پیش بذاره. به نظر من مهدی، نظر تو چیه سحر در این رابطه؟ بذار ببینیم اول از سحر بپرسم بعدم. ببین البته من خودت تو چه تقریبا در جریان هستم، شما فکر کن. درسته. ببین من خیلی دوست دارم خودم اول با یه توی یه ارتباط نزدیکتری با فاطمه برم، خب یه ذره چیستر بشم، بعد شاید اون موقع بتونم نظر بهتری بدم. ولی دیدم مهدی خودش انگار که خیلی نظرش به این بود که مثلا یه جورایی من اینطوری حس کردم که دوست داره جدا بشه. خب اگه خودش اینو میخواد که چیزی توش نیست. یعنی چیزی که سر شام میگفت، میگفتش که من خب اشتباه کردم توی همین رابطه هم رفتم و حتی البته یه چیزی گفت من زیاد خوشم نیومد، گفت من بهش گفتم برگردم از خونه میندازمت بیرون. خب حالا اصلا چیز دیگه به فاطمه. بعد احساس کردم که نظرش میگه نگفتم اینو. چرا گفتی؟ اگه بخوام میتونم این کار بکنم ولی به اون که اینو نگفتم اونجور خود باش سوال. خب باشه حالا پس من شاید اشتباه شنیدم، ولی من یه اینجور چیزی شنیدم. ولی به هر حال احساس کردم که نظرش روی اینه که بخواد جدا ازش بشه، که حالا خرج بچه ها رو میدم حالا از من جدا بشه. مهدی اگه تو ایران، میگم ایران، تو تهران یه جایی داشته باشی پیدا بکنی میمونی؟ باید کار پیدا کنم اول. نه فعلا نه، فعلا نه. اونجا کارت کارت هیچ مشخص نیست.
خب اونجا بعد ازدواج رسمی درسته ندارن، منظورش این بود که یعنی خونه ها رو جدا کنن، یعنی تموم بشه بره. آره اینو میدونم، ازدواج رسمی ندارن. آره خونه ببین، اگر این خونه ها رو چیز جدا بشه، مثلا بگی که بره خونه کجا میره اون موقع فاطمه؟ من نظر این بود که خودم یه جا پیدا کنم برم این خونه و همونجش باشه بارمون. خب بعد کی اجاره رو کی میده؟ ساپورت مالی بکنم دیگه در بچه ها با اجاره، چون هم کچولوهی که خیلی کوچیکه نمیتونه با هم بخواد سر کاری بره یا درآمدی داشته باشه. حالا اینا همش در حد حرف بوده فعلا که عملی انجام نده. آره فعلا داری فکر میکنی. خب خوبه که این اینا خیلی وقت پیش مطرح کردن، اصلا مال بعد استارت اینا نیست، مال قبلا هم بوده صحبت کردم باش. خیلی وقت حتی یه چیزی هم بگم من حالا بهتون، چون من صدای فاطمه رو شنیدم اون حالتش هم که داشت، ولی باز من نمیدونم ازش بدم نیومد، احساس نکردم یه حالت چیزی ده. یه حالت یه زن دریده ای رو نداشت، با وجود اینکه خیلی ناراحت بود، خیلی میخواست مثلا چیز بکنه، یه حالت چیزی داشت، نمیدونم چجوری منظورم برسونم. مثلا خود من ازش بدم نیومد، حتی گفتم یه وقتی فرصت مناسبی بشه حتی بشه من باید صحبت کنم. برخورداش تا اینجا خوب بوده مهدی، نگاه کن، اولا اومده بچه ها رو راه داده، مهدی با محیا خوب برخورد کرده، با بچه ها رو با وجود اینکه تو هم خیلی کار خوبی کردی که گفتی بذار سمانه و فلان اینا بهار اینا برن، بعد تارارم به این دوستی ها ایجاد میشه، این زن دیدش وسیع میشه. خب الان ممکنه مثلا اونا یه حرفایی رو بزده باشن، ولی این رابطه دوستی در نهایت برای این زن احساس میکنه کسی رو داره، روابطی رو داره، قدرتش بیشتر میشه. کاری که من در رابطه با حتی مخالفین خودم همیشه انجام میدم، میگم بذار اینا قدرت به احساس بکنن که قدرت دارن، میتونن وایستن با کسان مختلف. کسانی که میان زندگی درمانی پیش من میدونم که بعدن ضد من میشن. خب ولی اینا رو چیه؟ با تمام دوستام آشنا میکنن، تازه دوستای من با اونا دوست میشن، هوای اونو دارم و من همیشه میگم هوای اونا رو داشته باشید. ببین باید دیشب من با علی امیری صحبت میکردم، علی خیلی از مهدی سر جریان این که متوجه شده بود مهدی روی فاطمه دست بلند میکرده خیلی از مهدی بعدش اومده بود. بعد ما که صحبت میکردیم گفتیم خب این، گفتم خب علی تو خودت با فاطمه حرف بزن و بهش هم بگو که خب اگر که یک همچین مسائلی باز پیش اومد با ماها میتونی در ارتباط باشی، با بچه های مشهد میتونی در ارتباط باشی. حالا تو آخرین باری که زدی فاطمه رو کی بود؟ نمیدونم، خیلی وقت پیش بود فکر کنم زدم، در حد اونجوری که مثلا تون تون بزنی اینا، مثلا یه ضربه زدم در این حد بوده. پولش داد فکر میکنم باره آره فکر میکنم قبل حاملگیش فکر میکنم دست بلند کرده باشم تو حاملگی و اینا باش دست بلند نکرد. قبلنا خیلی زیاد بود، قبلنا زیاد میزدیش. آره خیلی دوام میزد. منظورم این که ما داشتیم به این فکر میکردیم که یک جوری باشه فاطمه حالا بتونه با بچه‌ها در ارتباط باشه که مثلا یه حالت زن تو سری بخوری هم نباشه، که مثلا این بتونه دست بلند کنه، این بتونه، یعنی حتی به این فکر بودیم گفتیم که خب این گوشی فاطمه هم خیلی میتونه مهم باشه که اونم توی ارتباطات قرار بگیره. آفرین آفرین. نگاه کن، ما باید یاد بدیم که اگر تو یه دونه دست بلند کردی اون دو تا لگد بهت بزن، این یادت باشه. ببین مهدی ما قبلش کن بزن. آفرین اینقدر ضعیف نباشی که با دو تا حرف گریه نکنه بزنه. با سهم اینه، ببین آدم هایی حتی بهار سمانه یا این چیزا اینا که مخالفتون خیلی خوب. چرا من مخالفای خودم خوشحال میشم با هم دوست میشم؟ میدونی اینا میرن با هم اتحاد پیدا میکنن، در واقع من خوشحال جدی میگم خب بذار قوی بشم،
به یه کارایی که با من نمیتونستن انجام بدن اونا با کمک هم میتونن انجام بدن. خب برای همین ما بایستی توی این رابطه این که چشم و گوشش باز شده یه ذره ممکنه ناراحت کننده باشه، گریه کنه، فلان باشه، ای وای الان رفته نمیدونم اون برای سیمین برای تو نمیدونم غذا درست کرده آقا فلان نمیدونم نه اون رفته الان پیام داد پیام داد عاشق بهار شدی و التماس و خواهششون میکنی تو برگرد زندگی رو برات جهنم میکنن و اونجا گوخوری های دیگه میکنی و زن و بچه هاتو به خاطر دشمنی با بهار فروختی. اینا رو بهش گفتم. باشه اشکال نداری، چیز مهمی نیست، مهمی نیست. ببین اصلا الان تو ممکن اصلا عاشق بهار شدی، خب شدی دیگه دل منه الان من الان میتونم اجازه دارم عاشق تو بشم؟ میشم سهر تو هم اجازه داری عاشقش بشی؟ دل خودشه دیگه. ایمان بیاد ایمان رو بگو. ببین ایمان من اجازه دارم عاشق تو بشم، یعنی از تو خوشم بیا. بله خب دیگه بیا باشه. خب پس ببین این که تو از بهار خوشت اومده باشه، دل تو خوشم اومده، خب بعدت که نیومده. حالا بهار ممکنه از تو خوشش نیاد، خب بهار بهاره، دل من مال خودمه. نه درسته؟ پس الان میگه که رفتی الان از سیمین، با سیمین لذت برد دیگه. من خیلی خوشحال شدم از من شخصا خودم حس خیلی حس مثبت من به سیمین. چقدر شیک نشستید شما، چقدر جالب سهر اونجای کلان هستی. نشونتون بدم خیلی خوشگل خونش. ببین آفرین. اوی 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 ترانه ترانه اوی الان میاد ترانم رفت دستشویی الان میاد. بابا ایول بابا ایول تام پا چه خوشگل بابا، چه تر و تمیز. واقعا خوشگل. پرده رو بزن که چه خوشگل چه خوشگل. ترانه با کی زندگی میکنی؟ من اینجا خونه مجردیم. مجردی؟ خب ببین الان میتونی یه هفته هم بری پیش ترانه دیگه بدتر. ویو رو ببین بابا. ای و سهر خوب خوش میگذره دیگه بهت، خیلی خوبه. آره خیلی خوبه. خب به هر حال ببین این که تو الان، من واقعا در رابطه با سیمین بگم انقدر من از برخوردهای سیمین به تو خوشم اومد. خب و از این که و اصلا میگه چنین تجربه ای هم دارم. اوی باری که بذارید اونجا خیلی گلا رو ایمان بهمون داده، اینا رو ایمان خریده گلا رو. ایمان تو هم عاشق پیشه یا؟ آره خیلی خیلی خوبه، خیلی خوب. زیبا پولی که محیا داده چرا چیزه. خب نگران نباش، اولا در رابطه با بچه‌هایی که برای در رابطه با این مسافرت تو حتی برای فاطمه یه هدایایی رو گذاشتم، ولی ما الان فاطمه بایستی امروز به هر حال بچه‌ها خوب خیلی چیزا رو بردن براش، نمیدونم مواد غذایی بردن، چی بردن، برنج بردن، زعفرون بردن، چی همینا رو که بردن. خب تو هم که به هر حال به نظر من حداقل دو سه روز مواد غذایی، بابا با اون مواد غذایی که اینا بردن من یه 10 روز زندگی میکنم. مهمونداری هم میکنی؟ آره باور کنیم یه دلمه رو 2 روز دادم به دل تموم شد. حالا چیزه. بعد سحر پی. خب زیبا جون من میخوام بیام توی گروهتون. خب برید بچه با سحر و با بهار و با چیز با وحید که از این پیج که دارم حرف میزنم و اینکه با خود ایمان چیز ایمان میگم مهدی
اینا بچه های گروه هم. علی امیری، علی امیرم که نیست. زیبا فاطمه رو نجات بده تو رو خود. چی نوع فاطمه؟ فاطمه خودش ده نفر همه حریفه. فلفل نبین چه ریزه. حالا فعلا یواش یواش. اینا دخترای افغانن. اینجوری چیز نگیرید. ساده نگیرید. من دختر خونده افغان دارم دیگه. اینجوری. آره آره دختر خونه چیزه. خب حالا به هر حال به نظر من خیلی احساساتی برخورد نکنیم. این که الان گریه کرده و اینها، ولی در این حال با بچه ها ارتباط برقرار کرده، این خیلی خوبه. حرفا رو شنیده، بهار رفته گفته این سه ماه با من رابطه احساسی داشته. خب داشته داشته. حالا مثلا عاشق بهار بودی. خب حالا الان چیکار کنیم؟ چیکار کنیم حالا عاشق بهار؟ من دلم بود. خب چیکار کنیم؟ حالا ماشین زمان بعد. آره الان بگو اگه عاشق بهار بودم الان به اون 5 6 نفر دیگه هم اضافه شد. بچه ها چقدر من از این دختر خوشم اومد. ناهید، ناهید چقدر امروز اون عکس ماه بود، چقدر اون اصلا دختر ازن. از به وحید میگفتم این لپاش چقدر خوشگله. من نمیدونستم اینقدر ناهید خوشگله. ناهید چقدر خوشگل بودی. من خوشگلتر خیلی خوشم اومد. خیلی دختر خیلی خوشم اومد. اینجوری خب میگه اول روش جلوگیری یاد بگیر. راست میگه. روش جلوگیری. یک نوشته بیا تهران هست. راست میگه دیگه. یه سر واقعا باید اینجا باید جلوگیری هم باید بکنی. وازکتومی بکن. باور تو من اینقدر وازکتومی رو قبول دارم. بعد دو سه تا چند تا از دوست پسران وازکتومی بودن. یک رولف، یکی دیگه کی بود؟ یکی دیگه هم علی چیز جهان آشمالی بود. خیلی اونم جالب بود وازکتومی. یکی دیگه هم نمیدونم یادم نیست، ولی به هر حال وازکتومی واقعا خیلی خوبه. خب آره آفرین، جالب بود. خب بیان ببینیم بچه ها. مشهدی ها ناس میزنن. ناس یعنی چی؟ ناس یه چیزایی هستش مثل نعنا خشک. ناس آها مثل گله. مواد مخدره. آره توی دهنشو میکنن. نمیده فقط مشهد داره. فقط از افغانستان. دیبا من از محمد امیری شنیده بودم، میگفت کرمان هم داره. من اولین بار از اون الان تو اینو گفتن. آره. من دونستم گفت کرمان یه چیزی هست این چیزه. آها بچه ها گفتن علفه، مثل علفه. آره بچه ها وازکتومی بستن لوله های چیز هست، لوله های اسپرمه. آره خیلی خوب. دیگه بچه بیمین سوالی که بچه ها کردن. بچه ها آیا به سیمین حس داری؟ مهدی کدوم سیمین؟ سیمین مریم سیمین زر. سیمین مومی تست کشش جنسی یا عشقی نداره. اونم به تو نداره. خیلی جالبه، خوبه. یه دوست با معرفت خوبه. بسیار بسیار واقعا من خیلی خیلی خوشم اومد. خب از مهدی بپرس چرا میخوان جداشن. اصلا در واقع خب بگو چرا میخواین جداشن. سوالتون او از تو پرسید. تفاهم نداریم. خیلی کلیشه‌ای هم بگم. آره
خیلی خوب. شما چی سوالی دارید بگید بچه. چقدر خوب شد شما اومدید بالا. چه تصویر قشنگ تر شد. خیلی خوب شد. خیلی شیک. پردازش خیلی جالبه اینجا. من خیلی خوشم اومد. بچه من میخوام مریم هم بیا. سیمین. سیمین الان میاد بالا. سیمین الان بیاد بالا ببینیم که آخه. به به به. بفرما جمعمون جمع بگو. فلان به همه چیز خوشم اومد. یعنی مریم سیمین، من که سیمین میگم بخوام، اصلا انقدر این زندگی درمانی با مهدی حس منو به تو 10 برابر کرد. یعنی من زیاد به تو حس نشنیدم. خیلی خوشم من نشنیدم. خیلی خوشم اومد. شنگ بسایل گفته، خیلی خیلی خوشم اومد. اصلا این نوع عکسایی که بود، صمیمیت، این فضا. آره الان ببینید خیلی خوبه. عافیت باشه. من یه پیشنهاد داشتم، میخواستم ببینم مهدی راضیه بره چند روز با سیما زندگی درمانی کنه. اوه چه خوب با سیما. سب کن بذار خودش بگه. با همین سیمایی که امروز دیدی؟ بله بله. خب حالا چرا نه؟ حالا بگو. اون که میگه من پسرم اجازه نمیده بیام توی کجا. من هم برام منم برام برام با هم برید مسافر خونه بمونید. میخواست برات مسافر خونه بگیره دیگه. پیشنهادش این بود. گفت من میتونستم تامینش کنم جاشو. خب الان دوتایی با هم برید چند روز بمونید مسافر خونه تو تهران. نوزی با باید دیگه من نمیم. نه بذاری ولی آفرین سیمین، یه فکر خوبی کرد. بذار ببینیم که اگر خونه یه کسای دیگه با سیمین میتونه به نظر من بیاد تو اول توی دوره همی بیاد. نه با هم تنها باشن. من دوست دارم نظر من اینه که دوتایی با هم تنها باشن. خب بذار اول دوتا یه بار توی جمع ببینیم چه جوری برخورد میکنه. بعد که مثلا این کارم بد نیستش که حالا یه بار بیشب مثلا میتونم بیان خونه ایمان. میتونه سیمین بیاد خونه شما؟ خونه ات بذار صاف کنیم ببینیم اول. سیمین سیما آره بگو. سیما بیاد. آره بیاد. خب بذار بیاد اونجا. پول مسافر خونه رو بده بفرسته برای فاطمه. عالیه. خیلی خوب. هم با این تنها میمونه، همون پول هتل رو که میخواست بده بده به فاطمه. بفرست اونجا. یه بار دیگه فکر کن. یه بار دیگه فکر کن. اینجور از فکر کنم. خیلی جالب شد. خب خیلی ممنون خانم سیمین. خیلی جالب بود. جالب. آفرین خوبه اومدی. تو سیما رو از کجا میشناسی سیمین؟ امروز که خب دیدم دیگه، با هم رفته بودم. سیمین هم هی میگفت که من یه زن تنها هم و معلوم بود که خیلی دوست داره مهدی و متفق بود. راست یه سوال بکنم، از تو خوشش اومده؟ با من این مرد چه؟ با تو با من این؟ آره با تو چه حسی داشته بهت؟ آره فکر باستشو بهت. خب بذار نگی که راست شو، بذار خودش داره میگه. خب آره. احساس آره چه جوری بود؟ چقدر خوب. تو چی؟ حست بهش چی؟ من هیچ نظر ندارم. حست خونسا بود. آره. خب ولی از کجا فهمیدی به تو حس داره؟ حالا ببین طرفدارای مهدی خیلی زیاد شدن بابا. همه مهدی
شما دارین میگید داره، من بودم فکر کنم آره داره، مطمئن که نیستم که نمیشه برام جایی که اینطوری. نه مطمئن. خب حالا اگر مثلا چیزایی که هم میذاری چیزایی خود دقیق من متوجه نشدم. آره به نظر من اول خوشیدم هم جواب نداده. به نظر من وهله اول من خودم باشم میگم یه نفر مثلا کنار یکم مثلا با هم غذا بپزن یکم آشنا بشن. ببین به نظر من، من خودم چیزی که حالا سیما که توی ذهنم اومد گفتم که ببین سیما الان خونش شرقه با مثلا ناهید با سپیده بچه هایی که هستن اینطوری در ارتباط قرار بگیره اصلا بتون، چون میگفتش که خب من خیلی تنها هم. این چیزی که توی لایو من احساس کردم اول دو قدم اول بتونه خب این آدم چیز کنه. نمیدونم، من نمیدونم اصلا باید باش باید همین دور همی هم که بیاد الان بیاد اونجا که اون دور همی که من بهش گفتم اینو قبول نکرد، ولی من احساس کردم خب این میتونه با مثلا فرشته با همه اینا دوست بشه. به نظر من این چیز سره حالا خونه امیدم چیز ایمانم بیاد دیگه، اب نداره شما هم باشید اونجا یه برخوردی بود. حالا که الان که میخواد بیا بهش بزن باشه باشه قبوله. چرا خندیدی؟ مهدی میگه بگو نگم من که مهدی علامت نده واقعیت رو بگو. علامت اینجا با صراحت بگو. هیچ نظری الان ندارم من، هیچ نظری ندارم. اگر که اگر خیلی هم بخوان پیده کنن میگم نه. آها اگر هم بخوان چیز کنن میگم نه. زیاد بخوان اصرار کنن میگم نه. آره ببین از نظر تو باید یاد بگیر راحت، خیلی راحت الان هم این کار کردی. مثلا ببین الان پیشنهاد فقط که از نظر اشتراکی نه من چیزی ندارم، نه نمیخوام. نمیخوای فقط تو جمع میخوای ببینیش. آره خانم محترم متشخص، ولی این چیزی هم که این سیمین داره برداشت میکنه من نمیدونم چیزی داره برداشت میکنه، ولی اگه همچین حسی داشته نه من خودم نه. آره ببین حالا تو دیگه اصلا شاید هم نداره سیما، خب ولی این برداشت من کرده. اگر مثلا هیچ اشکالی نداره، مثلا من خودم هم بوده که از یه مردی خوشم اومده اون از من خوشش نیومده. بله برای من پیش اومده زنی. آره من پیش اومده. میتونه تو هم وقتی به تو مثلا بگه سیما برگرد بگه از تو خوش آمده میخوام با هم یه ارتباطی هم داشته باشیم، خیلی راحت میتونی بگی که نه یه ارتباط دوستانه میتونیم داشته باشیم. آره اینو میتونی بگی. ببین واقعا این مسئله چون به چیز که نیستش که، تحمیلی که نیستش که، این که بابا حالا تو نمیدونم فلان، اینه خیلی راحت میشه این برخورد. که به نظر من ما به سیما باید بگیم که الان خیلی خوبه که این لایو هستش و توی لایو چیز میشه. هنوز ندیده ازش پرسیدم، چون الان به من پیام داده بود. چی؟ قبل لایو من پیام داده که من به شما اعتماد کردم، شما چرا پیام منو فرستادید؟ نداشتن که بخوام بفرستم. بگو اصلا ما این راز نداریم. مگه پیامی فرستادیه؟ پیامی نفرستادی که پیام شما رو میگفتن زیمی زهر که نوشته بودی احساسی فهم میکرد مثلا من فرستادم اونم برام فرمات کرده. داشت میگفت که من توفش دارم، من برای گفتم هتل تو تامین میکنم، من یه زن تنها هم. خب اینو من گفتم یه انتقادی من میخوام بهت بکنم و اون که در یه سری مواردی یه جوری میخوای حق نکنی یه کوچولوها. وقتی گفتی نه سیمینو مثلا الان احساس میکنم مثلا در مورد اون یه چندین مورد تو گروه و اینا یه چیزی رو هی چند بار تکرار میکردی، الان این مسئله که خب پیشنهاد کرده احساسی داشته باشه، احساسش قابل ارزشه، احترامه، ما خوشحال میشیم. و اینکه ما پیشنهاد آلترناتیومون اینه که اگرم میگه که من میتونم برای تو هتل بگیرم، شاید هتلم برای من اینجوری برداشت نکردم که هتل رو برای خود دو نفرتون میگیره. من اینجوری برداشت داشتم، من پیش زمینه می‌داشتم.
من قبلا مهمان یکم صحبت کرده بود در مورد دیدار امروزشون، اطلاع داشتم قراره همو ببینن. وارد گفتم دیگه. تو هم نگفتی تو گروه؟ نه نه. تو هم چنان نه نه میگه که چه با افتخارم نه نه. ایشون یه کار دیگه هم کرده زیبا. بذار دیگه ده. بگو. با بهار و سمانه خب؟ آها. بهار سمانه به شرط به قول این که با این قول که من نه ازتون عکسی بگیرم نه صدا ضبط کنم باهاتون تصویری صحبت میکنم و دوباره این پیشنهاد رو به مهیا و بهار سمانه هم حتی دادید، ولی با بهار سمانه این کارم انجام دادید، یعنی درباره من صحبت کردن نه ضبط کردن نه عکسی گرفتن نه مثلا قرار بوده این قول داده که عکس اینا نگیره. پیام خوندی شما یا نه اینو نوشتم تو گروه؟ حالا اینجوری کلم میگی من بیشتر فکر کنم تو بیشتر از سیما محفی رو دوست داری. من اینجوری که من برگردیم بیشتی برگردیم اینجوری محفی طرف دارم داره زیاد میشه هتل رو زیاد زیبا. خب حالا به نظر من بگو بگو یه چیز بگم. ببین چه هدیه خوشگلی همین الان توی لایف به من داد ترانه، خیلی خوشگل نقره هم هست. هدایای چیز توی این مسافرت داره خودش یه سرمایه بزرگی میشه. آره خیلی هم شیکه. تو من این اکسسوری ها فقط یه چیزایی یه ذره سلیقم بگم گفت بچه 4 دقیقه دیگه من فکر میکنم که من از تیما از برخورداش اولا اینو بگم خوشم اومد، دوما این که فقط از اینش بدم اومد من یاد پرنو انداخت، پسرم اینجوری پسرم اونجوری گفتم اینجا خیلی بدم اومد از این که یه آدم با تمول متمول با این تمول میگن دیگه امیدوارم شه که مالی بعد نتونه چیز کنه چی میگن در مقابل پسرش وایسته. متاسفانه حتی برای خودت خونه بگیر، چرا پسره باید برای تو تکلیف بکنه؟ من اینجور برداشت نکردم که هتل رو برای این گرفته که با تو باشه، ولی از این که حس مثبتی هم به تو پیدا کرده باشه خب خوبه. داشتم حالا که میخواسته بگیره خودش هم همراهش باشه، منم برداشت نکردم اینو نگفت. من یاد موقعی افتادم که مثلا آرزو زاهدان بود یا چیز بود، بچه ها میگفتن خب مثلا میخوای برات هتل بگیریم یا چیز کنیم، بچه هایی داشته میتونیم به آرزو این پیام رو میدادن. من فکر کنم حسش اونقدر، یعنی ما خیلی بچه ها و من الان خودم هم حس خوبی دارم به مهدی. خب نه من میگم با پیش زمینه ذهنی گفتم این حرف رو، همینطوری نگفتم. منم آره. برداشتم اینجوری کردم پیش زمینه ذهنی که گفته بود که سیما با من صحبت کرده بود. آها ببین مهدی سعی کن که در راستای رازنداری بیشتر قدم برداری، ولی خب هرچند که قدم برمیداری به هر حال بسته نیست که دو طرفه بوده دیگه، باید اون طرف هم راضی باشه دیگه. آها خود چیزم میخواست، یعنی یه مطا کششم نه اونم که باید راضی باشه که رازنداری بشه دیگه، منظورم اینه که مثلا فقط بحث حرف مهدی نیستش که راحت بتونه بگه، وقتی یه چیزی که بدون اصلا نگاه من که اصلا تو خودم میتونم که آره من اصلا تو خودم که میتونم راز نداری خودم انجام بدم که آره من که میتونم گوشی موبایل خودم رو اونوری بگیرم کسی که داری از اون طرف بیاد مشخص باشه که آره میتونی. بسیار کار خوبی کردی به نظر من، بسیار کار خوبی کردی، یه واقعا بسیار عالی شد، بسیار عالی، خوشم اومد. و این فرد بایستی سیما در مقابل، امیدوارم همین لایو هم خب پسرش ببینه، مرگ یه بار شیون یه بار دیگه، یه دونه نمیتونی دور همی بیای.
دیگه برو دیگه، همون چرفایی که زدیم به پرنو برای تو هم هست. به هر حال فردا برو کابینت های سپیده رو درست کن، بذار اول کابینت ها رو درست کنیم. خوبه سیمین، در این حال خیلی خوب بود این زندگی درمانی، حالا تو پشتش چه احساسی هست، انگیزه هاش بمونه، هرچی هست عالی بود. خب گریه های فاطمه هم به نظر من گذراست، فاطمه براش مرسی مهدی که امروز در رابطه با مانه سمانه نشدی، مانه بهار نشدی، مانه ایمنا نشدی، بذاریم که چشم و گوش فاطمه بیشتر باز شه، قوی بشه. آره که تو بخوای یه چپ نگاه کنی، دو تا تلافی اون کتک های گذشته دلنگ بام بسیمیزم بیان بیا برگردیم مشهد، بیا دیمونه فاطمه بشه. بله چیمیزم کنم مهدی، مطورت برو بیاریم اینجا با اسمه کار کن. اتفاقا مهدی یه چیز بگم، گوش بده، یه چیز بگم بچه ها، سیمین تو هم گوش بده بچه ها. لیلا بهادر لیلا بهراد از شیراز یه پولی رو گذاشته بود برای فاطمه، برای من حساب من واریز کرده، بعد میگفتش که من دوست دارم برای دندوناش، دوست دارم برای نمیدونم صورتش، دوست دارم برای. گفتم احساساتی نشو، قبل از این که برای ظاهرش کاری بکنیم برای فرهنگش کاری بکن. گفتم بعد از این که مهدی رفت نوبت فاطمه از مسافرت بیاد، ایمان منتظر باش. آره بیا بزو فشتان فاطمه رو، خیلی با نمکه فاطمه بیا، فاطمه رو نمکه میکنیم خونه سیمه. بس بچه هاشم گوگولی هن اتفاقا با دخترم دوست پسرش با هم دیگه وایس کال داشتن. بچه ها رو بذاره پیش مهدی، خودش تنها بیاد دیگه. نه بچه کنه بذار دوتا بچه ها رو بیاره بیا بگرد. آره بذار اون بره دنبال زنبازی. اول بیاد یه ذره تفریح کنه فاطمه، سرحال بیاد جون بگیره. تو برو هر کاری دوست داری بکن دیگه، یعنی یه کاری میکنی فاطمه رو که اصلا نگاه تا من کنه. چقدر خوشگل بود امروز تو اسکرینا، ندیدی؟ خیلی چی بود، فوتوجنیک بود و خیلی خوشم اومد. آره کنم بچه هاشم با مزدن خب تو دوباره هر کسی که میخوای بری برو، تو کاریت نباشه، تو آزباد کنم آزم باشه. بچه ها مرسی از لایوتون، از مشارکتتون. تا بعد بچه ها، تا بعد خیلی خوب بود.